هفته‌نامه شهر قشنگ بفرمایین. نه خیر، آقای رئیس تشریف ندارن. شما؟ آقای رحمتی؟ بله، آقای رحمتی تشریف دارن. بله، گوشی لطفاً. بله آقای رحمتی، سلام. ببخشید، آقای بهرام ابریشمی از آلمان با شما کار دارن. چیز خیلی ممنون. الو، سلام بهرام جان، حال شما چطوره؟ خوبی؟ قربونت برم، خیلی متشکرم. چه عجب یادی از ما کردی، قربونت برم، خیلی متشکرم. نه نه نه، میدونی قضیه چیه؟ چیز من یه جوری اشتباه شده، من به خانم منشی گفتم که هر کس زنگ زد لطف کنی وصل نکنی گوشی رو. بعد من دیدم اینجا شمایی، دیدم تویی، بهش اینجوری که هم گفتم بس کن بگو من هستم اینا. آره میدونی چرا؟ چون چیز این هفته‌نامه خیلی گرفته، بعد همه شای زنگ میزنن که میخوام مصاحبه کنم اینا، منم که میدونی خیلی گرفتارم دیگه، وقت نمی کنم. آره آره، تو خوبی؟ ما مخلصیم، شکرتیم. چه خبرها؟ چی؟ جدی میگی؟ نه بابا، دروغ نگو دیگه بابا جون من. چی؟ نه بابا، خیلی خوشحال شدم. نه آخه یه جوری چیز تعجب کم گفتی همین فردا میخوام بیام، یه جوری جا خوردم. نه من در خدمتم، این حرفا چیه؟ چه زحمتی بابا، اینجا یه دو هفته نامه بزرگی، بالاخره ما دو روز من نباشم اصلا میای اینجا دیگه. نه بابا چکرتی. نه قربونت برم، اختیار داری. ببین من پیشاپیش سفر خوبی برات آرزو میکنم. باشه باشه، من حتما منتظرتم. خیلی خوب، قربونت برم. نه بابا، نه نه جا، خوشحالم این اینجوری شدم. آره خوشحالیمه. آره قربونت برم، خداحافظ، خدا منتظرت. وای بدبخت شدم رفت. الان میاد میبینه من اینجا هیچ کارم. فرید جان. فرید جونم سلام. منم سلام. خوبی فرید جان؟ قربونت برم. متشکرم. چه خبره؟ اوضاع احوال بد نیست، شکر. شما خوبید؟ منم خوبم. خانواده خوبن؟ فرید جونم. فرید جان من جونم. چیزت میخواستم بگم. چیزت من خیلی دوست دارم. چی میخوای؟ هیچی، من میگم فرید، من دیگه تصمیم مهم گرفتم تو زندگیم، میخوام دیگه به چیزه به تو دیگه کله نزنم. کله؟ از کدوم کله؟ اینجوری ها، اینجوری. میخوام دیگه به کله نزنم. این کار رو دیگه نکن اصلا. چرا نمیخوای بزنی؟ فرید من خیلی دوست دارم. خب میدونم، حرفتو بزن. چی میخوای؟ من میدونی فرید چطوری بگم، من نمیتونم، نمیدونم چطوری باید بگم. راحت باش، راحت باش. چی میخوای؟ هیچی، من میگم که تو بگو. خیلی دوست دارم. میدونم اینو، میدونم چیزی میخوای، خواهشی داری، تمنایی داری، التماسی میخوای؟ نه فقط میخوای؟ نمیدونم چیزی، نمیدونم چطوری باید بگم. مردم معمولا با دهنشون حرف میزنن. تو هم میتونی خیلی راحت با دهنت حرف بزنی. اینجوری؟ آ اولا خیلی بهتر حرف می‌زدی، الان خیلی بد حرف می‌زنی، اصلا اسفاد نداره. مثلا نمی‌فهمم تو چی میگی اینجوری اول زنی. فرید می‌دونی آخه این موضوع یه جوری خیلی پیچیده است. می‌دونی فرید، من فرید من می‌خوام بگم که خیلی آقایی، خیلی با معرفتی. اینو که خودم می‌دونم، که اینو که خودم می‌دونم، خوشی کلی خیلی باحالی. خب اینو که خودم هم می‌دونم. مامان نرگس من 24 ساعته برام اسفند دود می‌کنه. حوار سر حرف اصل، حرف اصلیت ببینم چی می‌خوای، دردت چیه، خواهشت چیه، مشکلت چیه، بگو حرفتو بزن. چیزی نمیخوام که، فقط خواهش کوچولو هم دارم ازت.
کشتی منو عزیز من، میدونستم خواهش داری، بگو حرفتو بزن. خانم دریخون، خانم دریخون خسته نباشید، میخواستم این دوتا عکس رو لطفاً برام اسکن کنی. بله آقای هوشنگی، چشم، در اسرع وقت این کار رو براتون انجام میدم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. چی میخواستی بیان بگی؟ الان چند دقیقه پیش یه آقایی از آلمان زنگ زد، گفت با مدیر مسئول اینجا آقای رامین رحمتی کار داره. باورت میشه؟ واقعا؟ آره گفت رامین رحمتی مدیر مسئول این هفته نامه. این هفته نامه. باز این پسره خالی بند یه دستگلی چیزی به آب داده. بله آقای هوشنگی، اینو براتون پرینت میگیرم و اسکن میکنم و بله. خیلی ممنون. پس خانم دلیخو من منتظر هستم، خبرم کنی. بله خواهش میکنم. لازم نکرده جلوی ما فیلم بازی کنی، منتظر این حرفا نشو. بفرما چای رو گذاشتیم و داریم میریم، شما راحت راحت باشیم. آقا منوچه، چه فیلمی داریم جلوی شما بازی کنیم؟ سر کاره، ایشون هم همکار من هستن. خب داشتیم راجع به کار صحبت میکردیم. مرد حسابی الان یه هفته است یه عکس گرفته دستش، به بانه این میاد توی اتاق که حرف بزنیم. دوتا اینو نگاه کن، خیام کنیم با دست کورا دربه. اینو ببین چی داره میگی مرد حسابی. این خانم محترم عیال تو اصلا، بشین باش حرف بزن. چرا ادا اصول واسه ما در میاری؟ اکی فرید، فرید جان چیکارش کنم؟ آقا چی حرفتو بزن؟ چی میخوای؟ کشتی منو، کلافم کردی، بگو دیگه حرفتو دیگه. اه فرید، نمیدونی دارم میگم. فرید، همین فرید، فردا رفیق من از آلمان میاد ایران. خب بیاد، به من چه ارتباطی داره؟ خوش میاد، خوش اومد، به من چه ارتباط داره؟ میگه من چیکار کنم؟ ارتباط داره که دارم بهت میگم دیگه، حتما یه ارتباطی داره که دارم بهت میگم دیگه. فرید من خیلی دوستت دارم، اینو فقط میدونی که دیگه، یاد نمیره. نه میدونم، بگو. فرید میگم دوستم. ببین 100 سال سیا نمیخوام دوستم داشته باشی، حرفتو بزن، بگو قشنگ حرفتو بزن. این رفیقم که داره از آلمان میاد اسمش بهرامه. خب بعد این نمیدونم دیوونه شده، اینا فکر میکنه که من مدیر چیزم، حبس نامه شده قشنگ. رفیق تو بهرام فکر میکنه که تو مدیر مسئول اینجایی؟ آره مدیر مسئول همین هفته‌نامه خودمون؟ چیز همین هفته‌نامه خودمون. اون چجوری فکر کردی که تو مدیر مسئول اینجا شدی؟ نمیدونم، به جوری خودش فکر کرده دی. چیز البته من نمیدونم، فکر میکنم خودم یه بار حواسم نبود بهش گفتم من مدیر هفته‌نامه شرکتش هم. خسته نباشی رامین. رامین من به تو افتخار میکنم. من مخلصتم. من این رفیق از کجا آوردم؟ من چه؟ من علاقی دور دوست ندارم اینو. تو قدر خودتو بدون رامین، تو حیفی ها، جدی میگم اینو. تو این یه خورده عقل داشته اصلا هیچ قیمتی نمیشد رو تو گذاشت. حیفی، واقعا تو حیفی، قدر خودتو بدون. من دیگه کم کم مطمئنم تو یه تختت کمه رامین، باور کن. برو دکتر بگو من یه تختم کمه، دکتر عروق خوب سراغ دارم، برو پیشش دیگه. داری بهم سرکوف میزنی؟ سرکوفتم کجا بود بابا، تو دیوونه ای؟ فرید فهمید. آخه تو اصلا من نمیپرسی که چرا اصلا بهش دروغ گفتی؟ چرا بهش گفتی؟ چرا همچین حرفی زدی بهش؟ خاطر اینکه همش سعی میزد و من گفتش که من تو اینجا نامم رئیس شدم، نامم همش دارم چیز افتخاری کسب میکنم، دارم فکر میکنم منم بخاطر که جلوش کم نگیرم گفتم منم رئیس هفته نامه اینجا دیگه. و همش فکر میکنم واسه من کم آوردم. اون قراره فردا بیاد بابا، فردا مستقیم یه سری که از فرودگاه مهرآباد بلند نمیشه بیاد دفتر هفته نامه شهر قشنگی. اینجا تو که نمیدونی میاد دیگه. واسه چی میاد؟ خانواده نداره؟ چرا؟ بخاطر که اصلش قراره شده اینجا بلیط بگیره. خب یعنی بلیط داره که اصلا اینجا بره شیراز. بعد بخاطر تو مدت بیاد اینجا منو ببینه تو اون فاصله. این رفیق تو یعنی 20 سال آدم نیده که میخواد بیاد تو این 5 ساعت تو رو ببینه. واقعا من براش متاسفم. آخه من خاطر که من دوست دارم، من که عاشق منه، خیلی هم رفیق با معرفتی، خیلی من دوست داره. بعد البته من خودم دوست دارم اون بیاد اینجا فرید. دوست دارم بیاد اینجا ببینه که من آدم مهمی شدم فرید. بیاد ببینه که من خودم کسی شدم، شدم رامین رحمتی. آخه عزیز من وقتی تو آدم مهمی نشدی قربونت برم، تو چجوری میخوای بهش نشون بدی که آدم مهمی شدی؟ آخه تو وقتی آدم مهمی نیستی، تو آدم مهمی نیستی چجوری میخوای بهش نشون بدی؟ میام دیگه. من تمام سعیام کردم دیگه. خب چیکار کنم؟ گرفتاری شدیم. دری من خیلی چکرت ها، من خیلی دوست دارم. من نوکرم. هیچی نگو، هیچی نگو، ممکنه با همین خودکار بکنم چشت. حالا فرید چیکار کنیم اینو؟ ببین رامی، گفتم هیچی نگو. امروز روز خوبی بود برای من، هرچند رامین مخمو خورد ولی
انقدر به من ابراز علاقه کرد، انقدر به من ابراز علاقه کرد که تا حالا هیچ کس همچین ابراز علاقه‌ای به من نکرده بود، حتی ننه نرگسم. قربونش برم من فرید، یعنی اصلا دوست داشتم رامین لحظه به لحظه پیشم بود، رامینو هر روز همه جا میدیدمش. قربونت برم رامین جون، من چقدر از من تعریف کرد. حالا قند بده همایون. آره الهام خانم خوب. ولی نه هر سه دقیقه یه بار. تو نمیدونی انقدر این بشر از ته دل برای من ابراز علاقه میکرد که من احساس خودشیفتگی کردم. ولی این آقا رحمتی هم واقعا آدم عجیب غریبیه ها. آخه من نمیدونم شهر قشنگ چی هست که حالا رئیسش چی باشه. همون حالا رئیس راستراسکی هم که تازه نمیخواد بشه، که میخواد از یه صبح تا ظهر اونجا الکی رئیس باشه که این رفیقش که از آلمان اومده بهش جلوش بگه که من آره من اینجا مثلا رئیس هفته نامه وزین شهر قشنگ. چجوری بگه؟ اینجوری بعد میگه آره آخه بگو میز آقای کاووسی پوز دادن داره، یه میز شکسته پکسته قدیمیه. همون اینا خانواده‌تان همون این شکلی هن. پوز دادنشون هم به بقیه آدم ها نرفت، اصلا یه جور دیگه پوز میدن. آره. همین. چرا آقای رحمتی عیبی نداره، گفته من مدیر مسئول هفته‌نامه شهر قشنگم، میدونی میتونست چه دروغای گنده‌ای بگه؟ دلم هم براش میسوزه، الان فکر میکنه که داییش مهمترین آدم روی کره زمینه، شغل دایش هم مهمترین شغل توی دنیاست. الان فکر میکنه همه مردم آلمان دارن میزنن تو سر کلهشون، میگن این رئیس هفته نامه وزین شهر قشنگ، اینترنشنال شهر قشنگ کیه، چیکار میکنه، مشغول چی کاریه. همون فکر میکنه که خیلی برای همه مهمه. آره ولی گناه داره. من میگم حالا که این کارو کرده، این حرفو زده، ما یه کاری کنیم، چند ساعت دیگه وانمود کنه که رئیس ماست و ما همه ازش حساب میبریم و خیلی آدم مهمیه. خب آره پیشنهاد خوبیه. حالا پیشنهاد خوبیه بکره، ولی آقای کاووسی چیکارش کنیم؟ خب آقای کاووسی صحبت میکنیم، ناسلامتی داییشه، باید افتخارم بکنه که مثلا خواهرزادش بشه رئیس شهر قشنگ دیگه. صحبت میکنیم، حتما حاضر میشه که بری جای رحمتی یه چند ساعت یه گزارشگر ساده بشه. امکان نداره قبول کنه. اون شناختی که من از آقای کاووسی دارم غیر ممکنه قبول کنه. اگه ما حرفش رو بزنیم هممونو میشوره توی آفتاب پهن میکنه خوشیم. خب فرید تو راضیش کن، حرف تو رو گوش میده. خب راضیش کن. تو میدونی بارانداز یعنی چی؟ نه. نمیدونی؟ نه. بارانداز یه فنیه توی کشتی که آدمو دست با شکسته میفرستن خونه. تو دوست داری من بارانداز بشم؟ الهام دوست داری من بارانداز بشم؟ نه ولی خب یه کار دیگه بکن، بفرستش ماموریت آقای کاووسی رو. این فکر خوبیه. خودش خوبه. این بفرست. آقا یاد باش من فردا رئیس کلم. آره یاد باش من فردا با آقای کاووسی بگم که کیو مرس بپر یه مزارش تایی کن بوده بسر خوب باری کلا بسر خوب یه شکلات برات میخرم. شوخی نکن شوخی که دارید میگید این ببین چه حرفی میزنی، این حرف میزنه که باعث میشه من اینجور شوخی ها رو بکنم. نه من یه فکر خوب دارم. با ناهید صحبت کنیم، به ناهید بگیم چند ساعت آقای کاووسی رو تو خونه نگه داره، کاری نداره که نذاره بیاد دفتر شهر قشنگ تا این دوست بیاد و بره و قال قضیه کندشه. گناه داره آقا رحمتی دیگه. آره بابا تو ناهید خانم که ماشاءالله استاده، میگی مثلا یه کاری بکنه به یه بهانه آقای کاووسی رو ببنده به تخت. مگه معتاده که ببنده به تخت؟ فکر خوب فکریه خاله خوب، ولی یه موردی داره، اینی که خاله ناهیدش داری باید راضی کنیم. خب من راضیش میکنم. هر جور راضی هست. کاووسی؟ بله. کاووسی؟ بله. کاووسی کجایی؟ اینجا هم بابا دارم کفش میپوشم. ایوا چی کار داری میکنی؟ چی کار دارم کفش میپوشم. شما ناهید خانم بیدار شدی؟ هر چقدر من سعی کردم که بی سر صدا از خونه برم بیرون نشد، بیدار شدی. من شرمندم، ببخشید. کفش بر چی پوشیدی؟ میخوام برم دیگه، پای برهنه که نمیتونم برم، باید برم. ناهید خان کجا میخوای بری؟ دارم میرم سر کار. سر کار؟ جایی ندارم برم آخه. بله باید برم. صابونه نخوردی هنوز؟ صابونه من ندارم ناهید خاله. ایفا چرا؟ من چند روز احساس سنگینی میکنم، گفتم یه خود سردل سبکتر برم راحت درم. اینجوری بهتر. کاری با من نداری شما؟ چرا آه. کار دارم. کفشاتو درار، بیا بشینیم اینجا، کار دارم. کفشام واسه چی دارم؟ برای که کار دارم دیگه، برای که بتونیم با هم صحبت کنیم. خب کفشای من چه کار داری شما؟ کارتو بگو. کفش به گوش چه کار داره؟ گوش میکنم. نه
نه من میگم که یعنی کفشاتو درار بیا بشینی با هم دیگه صحبت کنی سر فرصت. خانم عزیز من باید برم، دیرم شده، تازه ناهید و نسرین هم دم در منتظرم. ناهید که منم. ناهید و چیز میگم نسرین و فرید. نه اونا رفتن. کجا رفتن؟ اونا صبح زود رفتن سر کار. نه خانم منتظر منم، قرار با هم گذاشتیم با ماشین من ببرمشون با هم بریم. نه آقا اونا رفتن، من خبر دارم. چطور میگی؟ آره اونا رفتن. واسه چی رفتن؟ دیگه رفتن بهتر. حالا پس شما بی بشین کیفت اینا رو بذار زمین، کفشتم بگم بی بشین با هم دیگه صبونه بخوریم. خانم من میگم صبونه میل ندارم، شما باز اصرار میکنید میگم صبونه بخورم. بابا یه ذره با هم دیگه صبونه میخوریم، انقدر من میل دارم که نگو. خب دلم هوس یک صبونه کامل حسابی کرده. خب شما نوش جان بفرمایید صبونه کامل و مفصل و جای منم نوش جان بفرمایید. طوری که گلوم پایین نمیره که، من دلم میخواد که من بشینم این طرف شما بشینید روبروم، بعد اون وقت چند تا از اشعار قشنگت برای من بخونین، بعد اون وقت منم تا اینکه یه چند تا لقمه ناقابل از گلوم پایین یعنی از گلوتون پایین نمیره. من شعر نخونم چی شده امروز؟ آفتاب مهتاب از کدوم طرف در اومده که حواس شعرهای کابوسی رو کردید ناهید خاله؟ مهتاب که در نیامد. حالا که اینجوری شد ناهید خاله، روی ناهید خاله رو من زمین نمیندازم، میام چند تا شعرهای قشنگمو واسه چی به قولی بچه‌ها گفتنی بریم ناهید خاله شعر واسه بخونم. من برم چای دم کنم. بریم ناهید خاله شعر واسه بخونم. برام جو من رئیسم، البته من خیلی آدم متعادلی هستم. بهرام جان میبینی؟ برخلاف تصور عده‌ای از دوستان، من انسان بسیار بسیار موفقی شدم. اون دوستایی که من میگفتن که دوگولتو به کار بنداز. آره برام. میدونی ریاست این هفته‌نامه به عهده منه و من خیلی خوشحالم که علاوه بر ارتقای فرهنگ جامعه، اشتغال زایی رو به وجود آوردم و از این طریق این هفته نامه تعداد بسیار بسیار زیادی از همکاران رو تعداد بسیار زیادی از همکاران کسب درآمد میکنند. بله و من همیشه دلم میخواست که در عرصه فرهنگ و ادب فعالیت کنم و خدا رو شکر که این اتفاق افتاده و هفته نامه وزین ما از پرفروشترین هفته نامه های این مرز و بومه، حتی خاورمیانه. بله عزیزم، بله من در خدمت هستم، من به راحتی این هفته نامه رو با یک انگشت میچرخونم. نامی جان ببخشید من مزاحم دوستتون شدم، ببخشید قربان، شرمنده هستم، معذرت میخوام. اشکال نداره. تو داری با کی حرف میزنی؟ دیوونه شدی؟ دیوونه؟ با خودت حرف میزنی؟ دارم تمرین میکنم. دیوونه چیه؟ تمرین چی؟ خوب بود چی من باور کردی نه؟ تمرین چی؟ ریاست. تمرین ریاست؟ آره دیگه. فرید ببین من رفیقم میاد میخواد بیاد اینجا بهرام، میخوام جوریش یه جوری حرف بزنم که حرفای قشنگ قشنگ و با کلاس بزنم. بابا تو خیلی باحالی، تو یه تختت کمه اصلا. برای چی؟ اولا بهتر تمرین میکردی، خیلی بد تمرین میکنی رامی، خیلی بد تمرین میکنی. پاشو برو فرودگاه. من نوشتم برات نخونه. پاشو برو فرودگاه، من دیرت نیست. چرا؟ ولی منتظرم که رفیقم برام ماشین بیاره. ماشین واسه چی؟ برای چی؟ من رئیس هفته نامه وزین شهر قشنگم، نمیشه با تاکسی برم دنبال رفیقم که. باید حتما یه ماشین شخصی داشته باشم. آبروم میری بگه نه اینجوری. رامی جان این آبروت منو کشته. آبروت. این آبروت تو از کجا آوردی ها؟ آبروت تو از کجا آوردی رامی جان؟ من شیفته این آبروی تو هم. پاشو برو فرودگاه، دیرت شد آبروم میری. فرید گوش کن به حرف من. ببین به خانم بابایی های محمودی گفتی که مواظب حرف زدنشون باشن دیگه. نه. فرید برو بهشون بگو این میاد دوست من میاد اینجا میاد آبروزی میکنه اینا. باشو برو. بابا این دوتا بدبختا زبون ندارن که یه پوشه برمیدارن از این ور میرن اون ور، از این ور میرن این ور، بنده خدا زبون ندارن که هر از گاهی هم یه نگاه اینجوری از این ور اینجوری میکنن و میرن. فرید جان من که شانس ندارم، گوش کن، اینا شانس من میشن بلبل. برو بهشون بگو دیگه. نه فرید اصلا نمیخواد. ببین وقتی این رفیق من اومد اینجا خب اصلا به وجود من آفتابی نشم. باشه خب اصلا من نبینم. چشم. آفرین فرید. یک چیزایی نوشتم اینجا، حالا فرصت ندارم همه رو رد کنم، ولی کلی تمرین کردم انقدر باحال. خیلی خوب بله 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 دست درد نکن خانم دیگه. لطف کنید بهشون بگید که من الان میام خدمت. خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. ممنونم. فرید به بچه بود که حواسشون باشه. خب به بچه بود حواسشون باشه که جوری رفیقم این موقع به من نگند رامینا، همه شما بگن رحمتی عزیز جناب رئیس. بله خب؟ چشم یاد دارم. چشم. فرید بگو بله دیگه.
بله ببین میگم که یه وقت من جوری رفیقم خب یه وقت دیگه حالا شاید پیش من دادی بیداد کردم خب ناراحت نشیم رامین دادی بیداد واسه چی دادی بیداد واسه چی برای جای موقع شاید پیش بیاد من میخوام ببین اقتدارم نشون بدم فرید اب نداره جوری دوستم بزنم تو گوشه بدون محکم بده حال میده بچون نیست تو گنده ای بعد تو رو بزنم یه بقیه حساب کنه از هر جور راحت میگه عجب اقتداری داره هر جور راحت که همه کار کردی یه کارم بکن دیگه پاش بس دیگه پاش بره فرودگاه خیلی بد ریاست میکنی اصلا برو بس دیگه بابا حالا تو من که نمیزم میگم یه جون فرید خیلی خوب باش باش من چکرت من هرچه ز کار دفتر فتادم من هرچه ذکر دفتر فتادم ولی کن خال ناهید ناشتایی خورد من هرچه ذکر دفتر فتادم ولی کن خال ناهید ناشتایی خورد نوشید جان کردید ناهید خاله؟ بله تصویی؟ خب نه واقعا تموم شد الهی شد ناهید خاله صبونهشون ناشتاییشون میل کردم بهشونم چسبید و از ساعه دیگه اجازه مرخصی بنده رو صادر خواهند کرد. کجا میخوای بری؟ ناهید خانم این چه سوالیه شما میکنید کجا میخوای بری؟ من جایی رو ندارم، دارم میرم سوار اون کشتی زوار در رفته انقریبه چند دفعه اینو بگم به گل نشسته طوفان تلاطم برم سوار کشتی زوار در رفته بشم. بابا ویل کن کابوس، این همه رفتی سوار این کشتی زوار در رفته شدی کجا رو گرفتی ها؟ هر روز کشتی. ای بابا جون من یه روزم بشین تو خشکی. ای منم چیه گفتم بابا ناهید خاله این چه حرفیه شما میزنی؟ من اگر یه روز چیه؟ بگو یه ساعت سکان این کشتی یا دستم در بره و بیفته دست یه مش خلوچل همکارامو میگم میشناسیشون که همشون الحمدلله میدونی کیان دور من جمع شدن یه مش خلوچل دور خودم رو عرشه کشتی جمع کردن کشتی طوفان زده بعد اگه این سکان دست اینا بیفته در این تلاطم گرداب دریاها به طور قطع غرق میشن و میرن ته دریا دیگه نه کشتی میماند و نه سکانی و نه اب نداره ناخدای. اب نداره یه دفعه غرق میشن عوضش یاد میگیرن از این به بعد دیگه چه بکنم. این چه حرفیه شما میزنی؟ قرخشن که مردن دیگه کسی نیست که بخواد چیزی یاد بگیره. راست میگی میمیرم وقتی مردن کسی یاد ببین توجه نمی کنی چی گفتم کاموسی یه خواهش بذار برم نه یه خواهش من میخوام برم یه خواهش اگه میشه امروز سر کار نرو بمون تو خونه به من کمک کن. من میخوام برم کار دارم بابا بمون خونه همین یه روز دیگه بایستم تو خونه کمک شما بکنه. کاری نیست آقا کمک بکنم تازه چه کار من دست پاچه لفتی بابا من دیگه آفتاب لبه بومم چه کار بکنم کاری از دست من برمیاد. اون دفعه مگه نهیدی 16 تا بشقاب و 18 تا لیوان شکوندم 4 تا بشقاب دیگه سالم داری اون رو میخوای بشکنم؟ نه نمیخوام بشکنم من دست پاچه لفتی هم پس ببین بمون من کار میکنم شما منو تشویق کن ها خوبه؟ تشویقم کن بابا ولی ممکن یه حد بچه ها میبینن میگن اینا خلوچل شدن دوتا پیر زن پیر مرد تشویق یعنی اینطور دست بزنم بسه کار میکنی؟ آره دیگه خیلی خوبه. ببین غافلی چقدر به من روحیه میده روحیه؟ خیلی خوبه دیگه من کار میکنم شما مگه فوتبال آها راستی اینی مسابقات فوتبال ندیدی این طرفداراشون میشینن پای تلویزیون تماشا میکنن هم میگم مثلا من دارم کار میکنم شما حالت خوبه شما آره خوبه فوتبال عزیز من فوتبال دوتا تیم رقیبن یکیشون رو تشویق میکنن که اون شما یه نفری میخوای کار کنی من برای کی دست بزنم؟ دیگه نگو برای کی دست بزنم؟ بگو باری کلا ناهی اینطوری بگو باشه شروع کنم آره جمع کنم خب آماده ای؟ یک دو سه همایون بله خب بیا دیگه وقتی داد میزنی چی شده وقتی یه بار اونجوری سر اینو چه گرفتی بیا کمک اینو ببریم یه جا قایمش کنیم. برای چی؟ خب برای اینکه این مهمون آقا رحمتی بیاد نگاه کنه به اینا میفهمه که آقای کاووسی مدیر مسئول نه آقا رحمتی بیا فرش تو راست میگی یا به اینش فکر نکرده بودم ولی ول کن کجا ببریم آخه
این همه رو در و دیوار و اینا ببین اونجا پره، همه شهر قشنگ شهر قشنگ، همه رو باید جمع، همه رو که نمیتونیم جمع کنیم که، میتونی؟ خب اگه نمیذاریم نگاه کنه اونم از در بیاد تو که زود نمیره سر اینا ببینه که مدیر مسئول کیه، نمیدونم خبرنگار کیه. پس نگاه کنه تو بزن رو دستش. نه نمیذارم. نه یعنی این همه اینا دردسراییه که این آقا رامین با این دروغاش برام درست. نه آخه میدونی چی شده، من دلشوره دارم همش میگم بعد یه کاری بکنم. چرا دلشوره داری؟ آخه از ناهید خبر ندارم، بعد اصلا ماتم چجوری تونست آقای کوفس رو تا حال نگه داره؟ نکنه بیا پاشو بیاد. خیالت راحت باشه بابا جون، این خواهر خانومی که من دارم استاد خودش، خودش میدونه چیکار بکنه، کارشو خوب بلده. چیه این مقاله آقای شریفی تایپ کردی یا نه؟ ولکام فرید، امروز که روز کار نیست، میخوایم نمایش اجرا کنیم و ایجان داریم. تماشاخونه است مگه اینجا؟ یعنی چی این کارا؟ راست میگی دیگه. راست میگم، میخوایم نمایش اجرا کنیم، وقت این کارا رو نداریم که. عزیز من دارم صفحه ورزشیو میبندم، فردا داره میره زیر چاپ، باید آماده بشه واسه یه چیزی. یعنی چی وقت؟ بابا حوصله کار نداریم امروز. اینجوری راحتی دیگه نه؟ وقتی که رامین رحمتی بشه رئیس، دارم حرف میزنم، وقتی رامین رحمتی بشه رئیس معلومه دیگه چه اتفاقی میفته دیگه. تو این شکلی میشه، اینم این شکلی میشه. میگم که من تازه داره از این بازی خوشم میاد، نمیشه مثلا یه روزم من رئیس باشم؟ آره، چرا؟ فکر خوبیه. آره آره آره، بهت میاد دم چارچوب وایسی. اصلا چطور هفته یه بار هر کدوم بشیم رئیس به نوبت، قبل از نهار بعد از نهار؟ چطور بچه‌ها دارن میان؟ تو سلام بلد نیستی؟ سلام دارن میان. سلام دارن شروع شد. بیا مصیبت اومد. خوب بازی کنی فرید، خوب بازی کنی. به افتخار آقای رحمتی و همکار عزیزشون بزن. چیه؟ واسه چی اینجا اومدین جمع شدین؟ مگه شما کار ندارین؟ چه خبره؟ آقای رئیس باید خدمت رو عرض بکنم که همه کارمندای هفتنامه وزین شهر قشنگ اینجا جمع شدن که به شما خوش آمد بگن، همچنین به مهمون گرانقدرتون. ایزن ما. ولی من فهم کنم لازم نکرده شما این کار رو بکنید. برای چی اینجا اومدین جمع شدین؟ میبینی؟ میبینی برام جان؟ یک لحظه اینا خفلت کنی همه شون از زیر کار در میرن. خجالت بکشین دیگه. عزیز من لازم، یعنی چیز نیست. ببین ما اینجا اگه یک لحظه کار غافل بشیم از برنامه سالیانمون عقب میافتیم عزیز من. شما که متوجه نیستی. ببینید ان شاء الله من در سفرهای بعدی حتما شما رو با بچه‌ها آشنا می‌کنم. فهمیدی؟ چرا وایسادی اینجا؟ بری سر کارتون. ببخشید آقا. بفرمایید. ببخشید آقا. خواهش می‌کنم بفرمایید. آقای رئیس ببخشید. خواهش می‌کنم. معذرت می‌خوام. بفرمایید. خانم دری خون؟ بله آقای رئیس. کسی به من زنگ نزد؟ نه خیر. نه خیر. یعنی بله همش قاطی می‌کنم ببخشید. یعنی بله زنگ زدم با شما کار داشتم. چی؟ از چیز از آساهی زنگ زدن و آسای... با شما کار داشتن. آساهی دیگه کجاست؟ رامین جان. بله. آساهی یکی از پرتیراژ ترین روزنامه‌های جهانه. شما فهمیدی؟ من خودم آسایی بزرگش کردم، گفتم اصلا اینو ببین اگه آسایی زنگ زد خواهم دیگه بگید رحمتی مرد رئیس نیست. اتفاقا همینم گفتم. این چون داره دوستامانی به 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 آقای سلطان آبادی این چه وقت سر کار اومدنه؟ آقای کسی رو توجیه نمی کنه اینجا؟ سلامت کو آخه. سلام پدر جان. من باید به شما سلام کنم دیگه. آره من باید به شما سلام کنم. من از نو میام. من به شما آی سپری. آی سپری کجاست؟ بله آقا. ایشون چی میگن اینجا؟ بله آقا. مردسو من نمیدونم چی شده، جوونا یه چیزایی دور زمونه رو یادشون رفته. بله. مرد حسابی همیشه آقای کاووسی میگه آقای منوچهر، آقای رحمتی مدیر مسئول هفته نامه هستن. چطور فراموش کردید شما؟ شما بفرمایید تو اتاق خدمت شما. آقای سپری خواهش کنم ایشونو توجیه کنید، من حوصله ندارم جلوی دوستم حال ایشونو بگیرم. بله چشم. فقط به خاطر افتخار ورود ایشون اینجا پرتش نکردم من اینجا بیرون. بله کی تاخه خیلی وقته آقای رحمتی مدیر مسئول اینجا. شما تشریف تو بفرمایید خدمتتون عرض کنم. بفرمایید آقای کاووسی بفرمایید. من خدمتتون عرض میکنم. من خدمتتون عرض توجیه میشن ایشونو. بله من بفرمایید توجیه میشه تو... میبینی؟ 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 یه لحظه من قافل بشم اینجوری برای من دوم در میره. میبینی؟ بفهم بفهم همایون آیا یه هوشنگی تشریف بیاره خواهیش میکنم. بله آمده میگم که قهوه میل دارین دیگه. لطفا این دو تا قهوه برای من و دوستمون بیارید. بدهید سریع تفعیش میکنم. دبورو دیگه
بفرمایید اینجا اتاق من چیز نه اتاقم اینجاست. بله بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید مامایم آیا اوشنگی سریع تر لطفا. کاووسی ببخشید معطلت گذاشتم ها، رفتم پیاز نداشتیم خونه، گفتم که برم خونه الهام اینا پیاز بگیرم. کاووسی کجایی؟ پیازم باید بخری یا نداریم خونه دیگه. ایوا کاووسی کجا رفتی مرد؟ کابوسی کی گفت تو از خونه بری بیرون؟ وای چه عجب. الو کابوسی کجا رفتی؟ دفتر؟ برای چی رفتی؟ تو مگه قرار نبود بمونی خونه پیش من؟ خب کارت داشتم که گفتم بمون. برای چی؟ دلت شور میزنه؟ بابا آخه برای چی دلت شور میزنه؟ تو قرار بود پیش من بمونی، مگه قول ندادی بمونی؟ آقا بری دفتر، حتما باید بری؟ خیلی خب پس ببین یه چیزی میخوام بهت بگم. نه گوش بده، میخوام راجع به دفتر یه چیزی بهت بگم، میخوام برات یه توضیح بدم، یه دقیقه گوش کن. ببین من باید بهت بگم که ای خدا آدم آقا چه داره زمونه ای شده بابا دیر من؟ آدم این خواهرزاده آدم یه کارایی میکنه که مرغ پخته تو دیگ خندش میگیره. به کی اعتماد کنم من؟ مرغ پخته چیکار میکنه؟ بابا ولمون کن دیگه. آقا منو چه چرا متوجه نمیشی عزیز دلم؟ این فقط یه نمایشه. رامی که راستی مدیر مسئول اینجا نشده که، ظاهر قضیه اینه. آقا جون من به ظاهر و باطنش کار ندارم، من یه رئیس دارم، اونم آقای کابوسیه. بعد سلام نامه تمام. شما ببینم این آقای رئیس کجاست؟ نکنه دور از جونه من مرده؟ ای چی آخه این به سر بلنجده رفته نشسته دور نداخت داره نیست دیگه چی نگه آخه آقا منو چهر عجب روح لطیفی دارید شما. تو تقیب توق نمیشه گریه میکنی، خیلی بد گریه میکنی. اه 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 اولا خیلی بهتر گریه میکرد، این چه طرز گریه کردنه؟ گریه زمستونیه بابا، ول کن دیگه، دست از سر ما بردار. آدم داری واقعا بیچاره. بیشتر شبیه استارت جیان. آقا منو چهر نکنین کار ما اینجا آبرو. راستش بگویدم اگه بلای چیزی سر آقای کاوزی اومده من بگو به الله من کل حالا. آقا منو چه بیزاره باد بگه به بسی شدن همیشه نیزاره به سر واسه من حد بده چیه اونم باسه من بیزاره حالا به شد رئیس. بابا شما همه تون دیوونه اید، بابا آقای کاووسی یه چیش نشده، تا یک دو ساعت دیگه هم برمیگرد اینجا سعی یا ظالم و زارو بارو گنده، هیچی نشده. خدا بگم با می چیکار کنه، هر چی میکشم از دست تو دایید میکشم. الهی جفتتون به خاک سیاه بشونید. نکن این کارو، نک وا نکن اون دهنه تو. آقای محترم خواهیش من تشریف دید اینجا، رئیس با تون کار داره. هیچی دیگه هیچی، سخنرانی هم میخواد بکنه. شروع کن تو هم کشتی انقریب را بنداز با سما. بریم آقا منوچهر، بریم ببینیم چه خبره. هیچی قربان، هیچ صدایی نیستش. آقا منوچهر یه خورده ناله داره. بفرمایید دوستان سریعتر لطفا، سریعتر. من خیلی وقت ندارم و من کار دارم. آیه منوچهر خان شما قول دادید که دیگه گریه نکنید. برای چی گریه میکنه ایشون؟ من معذرت میخوام گریه کردن جناب رئیس، من معذرت میخوام، ببخشید گریه نکنید. این طرف تر وایسا ببخشید. آفرین. میبینی برام جون نمیذارم من دست تو واسه تو جیبته دست درار. چشم آقای رئیس ببخشید معذرت. شما چی لبخند میذارید خانم؟ بله من معذرت میخوام خاله. من لبخند نزدم ببخشید. من معذرت میخوام ببخشید. بفرمایید دوستان عزیز، من یه مطلب مهمی هست که باید با شما در میون بذارم. ممنون شکر خواهش. من در طی صحبتایی که با بهرام عزیز داشتم متوجه شدم که در طول این سالیان که من رئیس شما هستم رابطه غیر دوستانه و سرد و خشکی با شما داشتم و من به عنوان رئیس و مدیر مسئول این هفته نامه باید با شماها روابط گرم و دوستانه برقرار می‌کردم واقعا، ولی چون شما این کارا رو می‌کنید من نمیتونم چیز کنم.
بهرام عزیز برای من روشن کردن ایشون. خب روشن کردن که ما اگر در یک محیط، چون ما کارمون کار فرهنگیه، خب و در یک محیط فرهنگی ما باید روابط خوبی با هم دیگه داشته باشیم، ولی شما نمیذارید. میدونین شماها نمیذارید. بهرام عزیز برای من روشن کرد که اگه ما در یک محیط گرم و دوستانه و صمیمی با هم همکاری کنیم، میتونیم به موفقیت‌های بیشتری، یعنی افقو میتونیم ببینیم، بیشتری دست پیدا کنیم. افتخار بهرام عزیز. اجازه بدین سوالم تموم بشه. من به شما قول میدم، خب دارم تلاش میکنم، البته صحبت ایشون خیلی رو من تاثیر کرده، به شما قول میدم که خانم، خواهش میکنم وسط صحبت ببینید، نمیذارید شما دیگه، نمیذارید من روابط گرم و دوستانه با شما برقرار کنم. اجازه بدین دیگه. من معذرت میخوام ایزان. تکرار نشه دیگه. میبینیم. ببخشید آقای رئیس، معذرت میخوام. بس دیگه، خواهش میکنم، متشکرم. من میخوایم با هم دیگه، خب من از امروز قول میدم به شما که تلاش کنم که رابطه خوبی با شما داشته باشم و با هم دیگه بتونیم دست به دست هم دیگه، خب این کشتی انقریب به گل نشسته تلاطم طوفان ها رو به ساحل نجات برسونیم. رحمتی. سلام علیکم. مخلصم. ببخشید من معذرت میخوام از حضورتون، امروز یه کمی دیر شد، به هر حال منو ببخشید، به بزرگواری خود. مشکلی پیش اومد، دیر شد. بله امیدوارم دیگه تکرار نشه. سلام. سلام قربان. ابریشمی هستم، یکی از دوستان رامین عزیز. بله بله، به 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 به، چقدر زیارتتون خوشحالم. بارها و بارها ذکر خیر شما با آقای رحمتی بوده. آقای رحمتی، من کیومرث کابوسی هستم، دایی جناب رحمتی، مدیر عزیز هفته نامه هستم. ایشون لطف کردن بنده رو در اینجا استخدام کردن و ما در خدمتتون هستیم. خدمتگزاریم واقعا. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بله ببخشید وسط سخنرانی مثل اینکه مزاحم اوقاتتون شدم. من شرمنده‌ام، ببخشید. نه خواهش میکنم. میخواید برم؟ نه اختیار داری. چیز ببخشید، به هر حال مشغول بودید. بفرمایید. خواهش میکنم. من سراپا گوشم. سراپا گوشیم. بفرمایید. خواهش میکنم. چیز نه دایی جان، من حرفی نمی، یعنی حرفم تموم شد. بعد من قرار بود دوستم ببرم، چون ایشون تشریف میبرن شیراز. بریم من شما رو میرسونم. بریم. رحمتی مدیر عزیز من، خواهش میکنم، شما چرا زحمت بکشید؟ بنده اومدم خدمتگزارم. بنده من در خدمت ایشون هستم، در معیتشون میبرم، در هر جا بخوان میبرم میرسونم. شما این کشتی طوفان زده سکانش دست شماست، شما نمیتونید سکان این کشتی رو رها کنید و بلند شید. من وظیفه منه، بفهمید قربان؟ در خدمتتون هستم. شما نمیشم. چه مزاحمتی قربان؟ شما مراهمید. من افتخار میکنم در خدمت من عزیز مدیر مسئول رو، مدیر مسئول عزیزمون رو من در خدمتش هستم، هر جا بخواید برسونم. که من خدمت شما. بفهمید خواهید. نه کابوسی ببخشید، میدونم که اجازه نمیدین، ولی اگر اجازه میدین من شما خواهش میکنم آقای سپهری فرید جان، شما دخالت نکنید، اجازه بدید من کار خودم انجام بدم. من در خدمت جناب ابریشمی میبرم تا هر جا بخوان میرسونم. شما بفرمایید. خواهش میکنم. باشه ممنونم. اگر اجازه بدید من یواش یواش از حضورت مرخص میشم. بیچاره شدم. چرا؟ چیز به من شما رو خیلی بفهمید. من واقعا دوریتون رو نمیتونم تحمل کنم. مشکلی نیست رامین جان، ان شاء الله تو سفر بعدی با دوستان بیشتر آشنا بشید. بفهمید. در خدمتتون. من با عزت مرخصم. سلام به خانواده برسونید. سلامت باشی رامین جان. بازم از این کارا بکنید جناب علی شمی. خوشنگی از وقت قهوه‌ای بسیار خوشمزه‌تون ممنونم. میشه جان خداحافظ. جناب رئیس خداحافظ. امری فرمایش. خواهش میکنم. من در خدمتتون هستم. دایی اجازه بدید خودم ببرم. امری دیگه ای ندارید بنده؟ خواهش میکنم. الان میام خدمت. کسی حق نداره از دفتر پاشو بیرون بذاره تا من برگردم. خدمت تک تکتون خواهم. بله چشم. ببین منو. آیه. تک تکتون. بله. بله بفرمایید جناب. ما چیکار کردیم؟ بله چیده؟ حرف نزن خودم. بچه من یه پیشنهاد خوبی دارم. تو نمیخواد پیشنهاد؟ حرف نزن. کیف چه جا گذاشت؟ چیزه اومایی من باشی. اومدم بده ببرم.